شما لطف داری مرد خود، خدا آقای شما رو بیامرزه. به احترام آقای، سه روز چرکنانه کشیدم پایین، پارچه مشکی هم زدم، هر وقت خودت بگی بازش میکنم. بچه هارم آوردم چای تو مجلسشو بدم، هر کار دیگه یم بود تعارف نکن. اسباب زحمتت شدیم، ببخشید. بفهم بفهم بچه، بفهم تسلیت میگم. زحمت کشیدی اصلا. وظیفه بود. سعید خلوت شد، یه سب یه مغازه بشینیم بدهی تو، اگه نمیتونی بدی بسپندی کنیم، خونه رو بهت برگردونم. بزرگی میکنی والا، من نمیدونم چی باید بگم. این معامله از اون اول هم معلوم بود توش خیری نداره. اگه به اصرار عجیب آقات نبود، محال ممکن بود ازش بخرم. خداحافظ. دست دارد بخورم. اما آخرت بشه، سلامت بشه. مصیبت که میاد وسط کدورت ها کم میشه. انقدرم آدم زایکاری نیستم که واسه مال دنیا بخوام آه بچه یتیم دنبالم باشه. میرم شکایتم رو پس میگیرم، همون 1520 رو به اون برگردونی و تو هزینه درمون اون شراکت کنی برام بسه. اخیر دیگه هم گذشتم. خیلی خوب آقا سیف‌الله، بریم تو مجلس. باشه بریم. سلام علیکم. تسلیت میگیم آقا. خوش اومدید. خوش اومدید. بگیر سر شما بر حیفنو. این بر محمود. سلام علیکم. سلام. چرا جلو مردم زپرتبازی در میاری آقا؟ اسد جون خدا رو رحمت کنه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. میبرمش گاراژ مسعود منطبق، سر یه هفته منطبقه و از تحویلمون میده. هر چقدرم فاکتور داد میارم میدم بهت که بری بدی بهش. خوبه؟ بالاخره بهتره یه پول کامل موتور پیادشی، بهتر نیست؟ جبران میکنم آقای جون. حبس خوبه، اما نه واسه آدم مشکی پوش. بذار یه فوت کوزه‌گری یادت بدم که حبست بمونه واسه خلاف بعدیت. استشهاد میدونی یعنی چی؟ یه تا بگم، میری کاغذ برمیداری دوره میفتی در خونه همسادهاتون، باز نفری یه امضا بندازن توش، توش هم مینویسی این جانب اسد، تا حالاش آدم سر به راهی بودم و سرم توی کار خودم بوده است و اکنون غلط کردم، زدم سیفی رو ناقص کردم و ایزن موتور داداش آیدین رو ربودم. این جانب دیگه از این غلط ها نمی کنم و لازم به ذکر است آقام اخیراً مرحوم شده و هیچکی نیست بالا سر خار مادرم باشه. بعدم کاغذ رو با دوتا پیرپاتال میبری میذاری رو میز قاضی، مشکیت هم در نمیاری، سرت هم میندازی پایین و زنجموره میزنی. قریب به یقین قاضی عطف به استشهاد و ملاحظه پیرپاتالا و مشکی که تنته حبستو میکنه جریمه نقدی و خلاص. سوالی اگه داشتی بیا گاراژ مسئول منطبق، هرکش کن بیا. خدا بیامرزه داشته است. جون بکن حیف نون. چاکریم. باش. میام پیشه. سلام علیکم. سلام. اینو کجا میبندی؟ فردا قرار خیر بدیم، الان چرا آوردی؟ فردا پنجشنبه است، مال امواته. خواهان زیاد داره میره رو قیمتش. چند خریدی اینو؟
1700 تومن. او یه لاغرترشو میگرفته. هر وقت داشتی بده. دمت گرم. فامیلتونه؟ باشم خبر ندارم. پندار بیز تو ظرفش، یالا وای نسا مهتی، وای نسا این رزا کجاست؟ رزا، بیا بینم کجایی تو؟ این چایی رو بردار بارو بینم، یالا برو، بیا، بیا، اوو پندو ببر حسن ها یه دقیقه بیا غم آخرت باشه خدا رحمتش کنه بگو خانم جون میگه گوسفنده رو نمیخواد چرا؟ میگه پول اماد احتیاط داره صدقه که نداده که پسش میرم کجا دیدی تو خط گوسفند قربونی کنن؟ میگه همون خورمایی که سر خاک میدیم بس سر خاک چیه؟ آقا مظلومت دونه رفته میخوام همه محل واسش فاتحه بخونن اسد مامان دلش خیلی پره تو خدا بدترش نکن سلام علیکم تسلیت میگم ممنون فری بله آقا اینو بده بخوره گوش بیاره چش آقا اما جونم اصلا جون یه دقیقه میه اینجا فری جونم آقا گوش بیاره چش آقا جونم داداش مادرم میگه این گوسفنده رو نمیخوره چشه لک و پیسش رو نگاه نکن این موتور پیکانم سالمه یه گنده خرجیه چه خیالیه مهمون ما دمت گرم یه خواهی یه مطلب دیگه هم بگو میترسه گوشتش حلال نباشه هنو که سر نباریدیم میدیم یکی که اصولش برده با منظور مامانم پولشه بفهمیه کوروش بله آقا گوسفنده رو برده بریم چرا؟ برش دار صدقه به اینا نایمده 1700 گوسفنده است 85000 تومان وانته تا قد ندارم تو چلاغات وایستم قهوه خونه که واشد میای حساب تو صاف میکنی حیف که مجلس و آقامه و اینه سوال من در بیرون نمیرفتیم زپرشک بریم
از شما بدم. خدا رحمت کنه حسد جان. خدا حافظ. من میشورم استکانه رو. نه بخواه خدا میشورم. یکی از مهمونا هنوز نرفته. نشسته همینجوری داره گریه میکنه. بذار خالی کنه خودشو. معلوم نیست کیه. خانم جونم نشناختش. خانم جون گفت بهت بگم بری پیشش بشینی. زشته تنها بمونه. خانم جان تا کی میخواد پیغون پسخون بده؟ سه روزه یک کلوم با هم حرف نزده. با من خودم زار حالم. بهش بگو خانم جان تو رو قرآن نمک زخم عسل بیشتر نکن. چیکار کنه بیچاره؟ تو این سه روز انقدر شکسته شده انگار 80 سالشه. مرگ به قول همه دست خداست و این نیست. حالا من یه غلطی کردم، یه خریحتی کردم. نباید به این که کلن به خاطر من بود که محروم شد. عزیه خانم جان بگو حالا که همه دارم میزنن تو سر من، فرق شما که مادرمی با بقیه چیه؟ بگو بترس از روزی که اسد دق کنه این الان من شما خودتو مقصر بدونی. هر جی خدا وکیل دارم داغون میشم دیگه طاقت ندارم. خدا حافظ آقا اسد. از شما دردم. خدا انصاف نیست مرزی، انصاف نیست. اگه یه بار با آقا جون درستی کرده بودم، اگه یه بار صدامو جلوش بالا برده بودم، اگه یه بار کاری که میخواست نکرده بودم و وقت یه چیزی محضیه نهیدی ملت با آقاشون چیجوری تاها میکنن طوری که آقا اصلا جوره نره بگه بچه بالا چیشه یه جفت ابروه. من که چپ و راست نازشو میخریدم من چه مرد بشم مرسول فاتش؟ گناه من چیه که دست به هر کاری میزنم با هر نیت خیری یه جوری شعر درست میشه؟ بفرما یه استکانم تو دستم بند نمیشه. بدبختی من نیست اصلا. داداش تو پاشو برو تو خونه من اینا رو جمع کن. پاشو اصلا جو. دست خالی نرو، یه چایی ببر برش. شما با من حرف بزن، هر کاری که بگی میکنم. مرز این خونه اگه قرار تو باشی طوری باشی که دل آدم بهت قرص باشه. یعنی چطوری؟ یعنی عشقاتو پاک کن. چشم دیگه گریه تحتیل این بار خوبه؟ شما شرمنده، من شما رو به جا نمیارم. من منوچهرم. زحمت کشتیم تشبه بود. شما کدوم منوچهری آقا منوچهر؟ هیچ کدوم. بیادبی نباشه، ولی من هنوز شما رو به جا نیاوردم. خواهی منو بشناسی که چی بشه؟ تموم شد. همه چی تموم شد. خدا رحمتت کنه فضل علی. از کجا آقا رو میشناختی؟ پسرشی؟ بله. اسمت چیه؟ کوچیک شما اسد. اسد؟ عاشق این اسم بود منوچهر خان.
هنوز نشستی؟ میبینی که آقا بهتره بریم. شما بشین تو ماشین، هر وقت اومدم اومدم. باشه میرم، ولی اگه خانم پیله کرد که کجا بودی و چه کار میکردی با خودتا. من که میگم از اول تا آخرش تو ماشین بیخبر نشسته بودم. تشریف میبری؟ تا وقتی زنده بود قدرشو دونستی؟ والا چی بگم؟ فضل‌علی گنج زنده بود. بله درست میفهم. نگفت کدوم منو شعره؟ چیزی نگفت. لابد از فامیلای دور آقا جون بوده. فضلالی تو تهران فامیل نداشت. میگم فامیل دور. گفتم که نداشت. پس کی بود که اینطوری عزادار بود؟ شاید هم داشته تظاهر میکرد. مگه میشه خانم جان؟ اصلا یه طوری بود که انگار برادرش معلوم شده بود. تظاهر مال کسی که نفت براش داشته باشه. حتما داشته. هیچ که اما نفتی نمیتونه ببره. نداریم که ببره. یاروی حرفی زد آتیش انداخت به جونم. گفت آقات گنج زنده بود. ندونستم قدرش. خانم جون شما چیزی میدونی نمیخوای بگی؟ من تو به چیزی مطمئن نباشم حرفشو نمیزن. شنیدی چی گفت؟ گفت به حرفایی که زده مطمئن نیست. نه گفت یه حرفی داره که نمیدونه بزنه یا نه. حالا که یارو رفته این آقا شادی روی تازه گذشته صلوات بلند خط کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لال از دنیا نری صلوات دومو بلندتر خط کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب اول قبل علی به فریادت برسه صلوات سومو بلندتر خط کن. اللهم صل علی محمد. امروز چای صلواتیه. خیرات فضلی خان و بابای خدا بیامرزه. بر جمال محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرم. ستون کمیه بشینیم صحبت کنیم. همین امروز فردا میام مثلا. هرچی تأخیر نندازی بهتره. مادرم گفت اول با طلبکارا تصفیه کنم. امروز هم باشون قرار دارم. ببینم ترش چقدر میمونه چجوری میتونم از خجالت شما در بیارم.
یه کاری کن به منم زیاد فشار نیاد. چشم. یا علی. یا علی. سلام. سلام محمود. چاکر اسد پنبه. اینم فاکتورهای مسعود منطبق. قرارم مگه همین نبود؟ پنبه رو چرا گفتی؟ اسمت دیگه. چی می‌خواستی بگم؟ اون مال قبل فوت آقام بود. اولندش لقب شما چه ربطی به فوت آقاد داره؟ دومه. آقاد الان 10 روزه که رفته. خاکش هم الان خوش شده. دیگه زندگی باز برگرده به روال عادیش داشته من. حالا شما همون اسد خالی رو بگو. حالا هرچی. ما رو را بنداز بریم که مسعود کلید پولشه. دیگه همه چیش عوض شده که. باشه من یه این چه سالم واسه مختاره نذاشته بودی ها. مگه نه محمود؟ داداشم راست میگه. یه جای سالم برای موتور نمونه. جمعش چقدر شده؟ من جمع منام غلط غلوته. محمودو برای همین آوردم. محمود چقدر شده؟ 12500. این که پول نوشه. نه. نو 300 تومن بالاتره. مونتاژ الان از نوشم بهتر کار میکنه. موتورش تقویت کردم، کمک‌های موتور 1000 انداختم زیرش، یه اگزوزم اضافه کردم. عظمتی شده واسه خودش. قرارمون این نبود که. اون وقت میگی دیگه پنبه نیستم. نوکرتم. مگه شما یه موتور صفر و ماکش نرفتی؟ بخوای جبران کنی باید یه موتور نو بدی دیگه. ولی تو حرفت چیز دیگه بود. حرف من این بود. کاری میکنم که پول یه موتور کامل پاد در نیاد. الانم 300 تومن به نفعت شده. نشده؟ 300 تومن بالاتر میدم یه نوشو میخرم هیچ مننتی هم رو سرم نباشه. اون وقت پول مسعودو کی میده؟ هر کی. مگه هر کی به هر کیه؟ ما حرف زدیم با هم. اون حرف اون موقعی بود که من اسد پنبه نبودم. یعنی میخوای رام نیاد. میخوام هر کی راه خودشو بره. پس بذار روشنت کنم. یا همین الان تصفیه میکنی یا میبرمت پشت کارخونه کبریت سازی. طوری دکورت عوض میکنم که مادرت هم تو سردخونه تشخیصت نده. کی چایی خواست؟ خیلات آقای اسده. دیگه بدتر. برش دارم. ببخش. از پشت میز که پاشم یعنی پی عبد و مالیدم به تنم. التماس هم بکنی دیگه محاله از خونت بگذرم. اگه نم عمود. اسد هاشم خیلی خره. نزو بلند شه. بشین. دیگه دیر شد. میخواستم قسپندیش کنم ولی دیگه نمی کنم. بشین. گلش نقد. گلش نقد. خصومت هم روزا کاری باید ندارم اما شبا تو محل تنها نبینم. بریم محمود. این 200 تومنو گذاشته بودیم برای چونه که فرصت نشد بزنی. برشت. بالا یه استارت بزن ببینم. نزن یا تاپ میزنه. نزن.
روز علافشم. زیر زبرشم ریختم به اما انگار نه انگار کلافم کرده. میفهمم حال تو، منم بعد جوی کلافم. تو دیگه چرا؟ آیدینه زد زیر قولش، پولی یه موتور آکو همو گرفت. بالاخره زندگی سخت خرج داره واسه همسال ما. همین خود من واسه اینکه گیر دارایی چیا نیفتم مجبورم تریلی مردم رو بیارم وسط بیابون به خاطر دهشایی سه روز باش ور برم آخرم هیچ. گرچه پاتو چه زود با کردی؟ هر شکستی یه روز خوب میشه. آره ولی نه اینقدر زود. البته خدا رو شکر که نشکسته بود. یعنی خرج بیمارستان رو نمیخوای بدی؟ نه من پای حرفم هستم. اما من نیستم. یعنی همون 15200 بدم خلاص؟ 25200 بده خلاص. 10,000 تومان پول بیمارستان شده؟ مگه قلبت عمل کردی؟ بیمارستان که خرجی نداشت، خیرش گذشتم. و پول چی میخوای من بگیری؟ پول دیه رو. سیفی ما با هم حرف زدی؟ من که گفتم پا حرفم نیستم. اون روزم سوم آقاد بود، داغ بودم یه چی گفتم. وقتی رفتم خونه زنم کلی نصیحتم کرد، نظرم رو عوض کرد. پس چی میگن مرد و حرفش؟ این دفعه مرد و حرف زنش. اه اینجوریه؟ پس پول دیت بمونه واسه روز دادگاه. یعنی میخوای بری؟ دوست داشته باشه یه استارت دیگه میزنه بعد میرم. اصلا وسط بیابونی ما. موتوره طول میکشه تا روشن شه. وانت هم داشته باشی بهت میرسم. میرسی؟ منظورتو نمیگیرم اسد جون. روشن نبود منظورم. شما 250,000 تومان بهونه گرفتی، میگی 60 تومان دیگه هم بزنم رو بهونه. آره دیگه روشن نگیر. پس یعنی نمیخوای خونه رو پست بدم؟ نه اسد جون نمیخوام. همین جاشو نمیفهمم. ببین اسد آقا حرف من اینه، شما فعلا بهونه رو زیادش کن، بعد بعدا سر فرصت قسطی پسش بگیر. خب چرا همین یعنی الان پس نمیدی سند بزنم به نامت؟ یعنی 60 تومن لازم داری؟ آره؟ ای والا حالا قشنگ روشن شد. از 250,000 تومن بهونه هیچی تش نمونده؟ اول نامرده زدن زیر قولشون، همش 25 تومن مونده. تازه اونم باید بکنم 85 تومن بدم به اماد. رو حساب اینکه معامله کنسله، من پریزه رفتم بیابونه سعادت‌آبا 2 ازام زمین قلمه کردم. رو 250 تومنی که دستت دارم حساب کردم اصلا. حسن آقا شما می راه برا پولاتو بریز دورا. میگم حال نمیشه به احترام این آقای خدا بیامرز ما معاملت به هم بزنی؟ به احترام اون مرحوم حاضر شدم به خودم فشار بیاد شما بدهی تو قصی بدی. به جون خود دستت راه نداره. اگر بخوام من کنسل بکنم بعد 200,000 تومن ضرر فسق قرار داده بدم. اولوانشونه حسن آقای محترم دو روز پیشت امانت باشه تا ببینم چه خاکی به سر میزن. گرهی لازم نیست اصلا جور ببرش. روشن نمیشه ولی میبرده میشه. یاروه بود اه.
کسی خونه نیست حاجی. نزن زنگو. سلام اسد جان. ماشاءالله خوب است مایاتون مونده. فهمیدی جناب علی؟ منو چه؟ اخری سامان شه. امری باشه. فکر فضلی بودم. گفتم یه سری بهتون بزنم. ای والا به خودم. حدسم همین بود که کوچه ها رو بر نسبت نه از تویدم. خب. ای کسی نیست با عزتون بریم. اختیار داری حاجی. مگه علاکیه؟ مهمون همه رقمه عیب خداست. حتی اگه صابخونه منزل نباشه. شما تو هم سوار ماشین شو. تشریف بریم قهوه خونه مراد آقا تا اهل خونه برگردن. فقط بس دند عقب بریم و به خاطر اینکه تو این کوچه ماشین مدل بالا بپیچه میگیرن. هر جور صلاح میدونی. حاجی ماشین برای خودته؟ قابل شما رو نداره. خونه چی امروه دیگه نه؟ تو از کجا میدونی؟ خب دیگه ما همه چی میدونیم. دیگه چی میدونی؟ حالا فعلا بمانم. گفتی از رفیقای آقا خدا بیامرزم بودی نه؟ من همچی حرفی زدم؟ نه یه چشمه دیگه بود از چیزایی که ما میدونیم. مادرت بهت گفته؟ نه بابا اون بنده خدا اصلا شما رو نمیشناخت. اونقدی نمیشناخت که فکر میکرد اون اشکهایی که واسه آقا میریزی روی حساب مساوی بوده. مثلا اون چه حسابایی بوده؟ حاجی من میگم نمیشناخت، شما میگی مثلا چه حسابایی؟ یه چیزی گفتی که بنده خدا مادر دیگه. اینه؟ نمیشه نری؟ چرا نمیشه؟ اتفاقا اینجوری منم راحت ترم. که گفتی من خوب میشناسی. حالا ما یه چیزی گفتیم شما به دل نگیر. پس من میرم یه وقت دیگه میام که خونتون کسی باشه. حاجی اگه کار نداشتم که میذاشتم زنگو بزنی بری تو خونه. آه پس کارم داشتی که نذاشتی. آره منتاش اول باید بدونم حد رفاقتت با آقام طوری بوده که به شروط حساب کرد یا نه. بر فرض که بشه. فرض ولش. حتمی صحبت کن آقام. چه ما زیاد با هم رفیق بودیم. عین دوتا داداش. پس چرا مامانم نمیشتاخته؟ رفاقت ما مال قبل از این بود که مادرت زن آقات بشه. حالا شد. بی زحمت این راننده رو مرخص کن بره. بریم تو صحبت های خصوصی. اون کار به این کارا نداره. میشنوم. به حرمت رفاقتت با آقام 300,000 تومان با ما قرض بده. ماه به ما بیا هم بهمون سر بزن هم قسطاشو بگیر. خیلی پوله. عوضش خونت تو شمرونه. رفیق آقام هم بودی معلومم که یه احتمال داری. بخوام بدم یا ندم اول باید چراشو بدونم. یه چراش حسن آغازه که سند خونمون بنام بشه. به چراشم این اعماله که وانتش کردم تای دره. در